41 سال از انقلاب ایران می‌گذرد و این سال‌ها همچنان بر سر زبان هاست. چرا انقلاب شد؟ اهداف انقلاب چه بود؟ نیروهای محرکه اولیه اون چه کسانی بودند؟ پایگاه اجتماعی انقلاب چه اقشار و طبقاتی بودند؟ و چه اقشاری پیروز شدند و بر مسند قدرت نشستند؟ آیا انقلاب از همون اول به قول رهبر آن برای اسلام بود؟ اگر انقلاب اسلامی بود، آیا ایران امروز اسلامی تر از ایران قبل از انقلاب است؟ از انقلاب ایران چه به دست آمده است؟ چرا 41 سال بعد بسیار از مردم در خیابانها خواهان برچیده شدن نظام برآمده از این انقلاب هستند؟ میثاق پارسا، جامعه شناس و استاد دانشگاه در امریکا، سالهاست در خصوص این سوالها فکر کرده، تحقیق کرده و کتابها و مقاله های متعدد نوشته. کتاب دموکراسی در ایران چرا شکست خورد و چطور ممکن است به نتیجه برسد که چند سال قبل دانشگاه هاروارد آن را منتشر کرد، یکی از کتاب های اوست که با استقبال زیاد محافل دانشگاهی و پژوهشگران مواجه شد. ولی آیا دموکراسی هدف انقلاب ایران بود؟ آقای میثاق پارسا، به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. خیلی متشکرم جناب فانی. آقای پارسا، همونطور که در مقدمه گفتم، شما کتاب‌های متعددی در خصوص انقلاب ایران منتشر کردید. یکی از این کتاب‌ها عنوانش هستش سرچشمه‌های اجتماعی انقلاب ایران، و این موضوعیه که در 40 سال گذشته هیچ وقت متوقف نشده که دربارش صحبت بشه و کماکان داره صحبت میشه در موردش. واقعا پایگاه انقلاب کیا بودند؟ یعنی چه کسانی انقلاب کردند؟ عرض کنم خدمت شما که انقلاب هایی که در جهان در قرن بیستم و قبل از اون اتفاق افتاده، همه این انقلاب ها انقلاب یک طبقه نبوده. برخلاف بحث هایی که بعضی از جامعه شناس های قدیم صحبت میکردن که یک طبقه انقلاب میکنن، این انقلاب هایی که در قرن بیستم شده، به خصوص انقلاب هایی بوده که طبقات مختلف تو این شرکت داشتن، و هیچ انقلابی نداریم که فقط یک طبقه تو اون شرکت داشته باشه. انقلاب به ایران یه انقلابی بود دو مرتبه، همون اتحاد طبقاتی بود که در اواخر سال 1978 اتفاق افتاد. انقلابی بود که اول اون چالش هاش، اون مقدماتش از رهبران جبهه ملی شروع شد که آقای سنجابی و فروهر و بختیاری نامه نوشتن به شاه و تقاضاهایی کردن که مربوط به این بود که قانون اساسی، آزادی هایی که تضمین شده و قبول شده تو اون قانون اساسی، بایستی انجام بشه. یعنی دولتی که ما داشتیم در اون موقع، در چند دهه قبل، آزادی ها رو اجازه نمیداد و خفقان وجود داشت، طبقه کارگر سرکوب میشد، روزنامه ها، مجله ها، رادیو، همه اینا سانسور شده بود، کنترل میکردن اینا. صحبت اونها صحبت انقلاب نبود. البته یه چند هفته طول کشید که دانشجوها، که اکثر اینها از نیروهای چپ بودن در دانشگاه تهران و سایر دانشگاه، اونا هم مبارزه خودشون شروع کردن. بحث اونها هم بحث آزادی بود، نه بحث سوشالیسم. البته اینا اکثرشون چپی بودن. نقش مهمی بعد از جریان سیاکل تو دانشگاه و در کشور برج میکردن، طرفداران مجاهدین هم بودن، اونها هم یک سیستم سوسیالیستی اسلامی میخواستن. گروه بعدی که به اینها ملحق شد بازار تهران بود. بازار تهران طبقه‌ای بود که نقش‌های مهمی در جنبش ملی بازی کرده بود و اکثر اینها طرفدار آیت الله خمینی نبودن، اکثر اینها طرفدار جبهه ملی بودن. اینا در یک مبارزاتی شرکت کردن که دولت شاه فوری اینها رو سرکوب کرد و گرفت. البته یه جریانی در کاروانسرا سنگی بود و تعداد زیادی اینا حمله کردن و زخمی شدن. جبهه ملی تشکیل داد و بیشترشون بازاری بودن، شرکت کرده بودن، زخمی شدن و دستگیر شدن فلان اینا. بعد از این روحانیت شروع کرد فعالیت. روحانیت تقریبا میشه گفت از این گروه ها گروه سوم یا چهارم بود که وارد مبارزه شد. آیت الله خمینی هم یکی دو بار از عراق گفتن که خیلی ها شروع کردن مبارزه میکنن، شرکت میکنن در
در تظاهرات ضد شاه و مینویسن، میگن و مخالفت میکنن و چیزی هم نشده. روحانیت باید شروع بکنه این کارا رو بکنه. یعنی شما میبینیم که روحانیت شد. وقتی جامعه روحانیت مبارزم تشکیل شد، این چند ماه قبل از انقلاب بود، در 1977 نبود، در 1978 بود، اوایل بهار بود که اولین اعلامیه اینها رو ما دیدیم که اینا چی میخوان و چی میگفتن. و بحثای اینا هم بحثای این بود که آزادی میخواستن و یه مقداری از بین رفتن سانسور، از بین رفتن آزادیایی که دولت شاه نمیداد به مردم. خیلی حالت این داشت که حالت ریفورمیست داشت بس. ولی خب جناب پارسا، چی شد که اینها به انقلاب منجر شد؟ یعنی در واقع بحث من بیشتر نیروی پیاده انقلاب بود که کسانی بودن که در خیابان‌ها ریختن و انقلاب کردن و نهایتاً همه حکومت به دست روحانیان و آقای خمینی دادند. یعنی اینکه به هر حال اون نیروهایی بودن که خیلی روشن زیر رهبری آیت الله خمینی بودند. حالا بعضی ها معتقدند که این نیرو در واقع نیروی عمده حاشیه‌نشینای شهرها بودند و کسانی بودند که از ده کنده شده بودند و اومده بودند تا حاشیه شهرها و اینها بودند که عملا انقلاب کردند. ولی آیا اینها هم به مسند قدرت رسیدند؟ نه خیر، اونها در سالهای قبل از انقلاب یکی دو بار اونها این حاشیه نشینا که خونه هایی که در اطراف تهران و شهرهای بزرگ چیز میکردن که دولت میامد این را خراب میکرد، اینا رو یه خود رادیکالیزه کرد و اومدن در یه وقایع شرکت کردن در یه تظاهرات اینا برای رژیم. و اینها ریشه اصلی انقلاب با اینه نبود. این که میگن شواهد خیلی زیادی وجود نداره که همچین چیزی باشه. اینایی که از شهرهای خارج میان، معمولا تو کشورهای دیگه هم ما بینیم کسایی که از شهرهای از روستاها، از شهرهای کوچیک میان، اینا اکثر اینا در جامعه‌ای که وارد میشن، اینا کاملا تو اون جامعه به انگلیسی میگیم سالیداریتی با اونا ندارن. انقلاب ها و تمام مبارزات سیاسی مهمترین اصلی که برای اینا وجود داره اون همبستگی اجتماعی برای افراد. و کسایی که از روستاها میان، اینا در کشورهای دیگه هم ما دیدیم اینا روابط اینها با بقیه اون جامعه چیز، بخصوص در جامعه مثل ایران که به اینایی که روستایی هن متاسفانه از روستاها میان، اینا رو اکثر میگن خب اینا دهاتیه. این حرفی که میزنن یعنی دهاتیه، زیاد سواد نداره و وارد این جامعه واقعا نشده و کارهایی که اینا میکردن کارهای اصولی نبود. بعد از اینکه اون مبارزاتی که راجبش صحبت میکردیم شروع شد و بعد از سینما رکس به خصوص، شاه اومد و یک سری اصلاحاتی رو انجام داد که آقای شریف امامی اومد تو قدرت و یه سری قولهایی دادن و یه چند تا رو دستگیر کردن، آزادی های گفتن میدیم و فلاینا. اون اصلاحاتی که شد نقش خیلی مهمی داشت برای انقلاب. حالا سوال من در واقع این بود که چه کسانی به قدرت رسیدن بعد از پیروزی انقلاب؟ متاسفانه آیت الله خمینی خیلی قولهایی دادن راجع به آزادی، خیلی قولهایی دادن برای مستضعفین، پابرنها، به دانشجوها خیلی احترام میذاشتن قبل از انقلاب، دانشگاهی ها و روشن فکر ها، همه اینا قولهایی بود که اینا میان به قدرت میرسن، اینها میان همه این کار میکنن. من که کار من که در مسجد، من کار من این نیست که در قدرت و سیاست و فلانه و روحانیون با اینها کار بکنن، برای اینکه اینها هستن دانشجو ها، روشن فکر ها، وکلا، اینها هستن که میان وکیل میشن، وزیر میشن و جامعه رو پیش میبرن. اینا صحبت های قبل از انقلاب بود که ما در صحیفه نور و خیلی چیزهای دیگه الان در توی اینترنت هست، جمهوری اسلامی هم گذاشته اینا همش هست که چیزی نیست که بتونیم انکار بکنیم. ولی بعد از انقلاب شد، همون روزی که رفراندوم شد و این قبول شد که همه اکثر مردم ایران جمهوری اسلامی میخواستن، ایشون گفتن که این انقلاب این حکومت رو آورده و این حکومت همون حکومت خداست. حکومت خدا یواش یواش معلوم شد که حکومت روحانیته. ایشون گفتن روحانیت بایستی همه جا باشه، در صدر مسائل باشه، چون اگر روحانیت نباشه اسلام از بین میره.
و آخرش هم کشیدن که به جریان ولی فقیه کشید، و وقتی ولی فقیه کشید قدرت اکثر قدرت رو دادن به ولی فقیه توی همون قانون اساسی ایران بود. وقتی مردم روشنفکرها شکایت میکردن که این همه قدرت در دست یک نفر میشه دیکتاتوری، آیت الله خامنه‌ای گفتن که نه، منظور از این قدرت رو که اینقدر میدیم به رهبری اینه که از دیکتاتورشیپ جلوگیری بکنن، از دیکتاتوری جنوبی میکنن. ایشون در اون عصر هم حتی متوجه نبودن که این ممکنه دیکتاتورشیپ به وجود بیاره، و میگفتن که این از دیکتاتوری باید جلوگیری بکنه، نه اینکه این دیکتاتوری. درسته، ولی خب یک مسئله که پیش میاد اینه که اگر انقلاب ها با خودشون یک فرهنگ انقلابی هم وارد جامعه میکنند، در مورد انقلاب ایران این فرهنگی که در جامعه بعد از انقلاب غالب شد چی بود؟ این فرهنگ، فرهنگی که با انقلاب ایران اومد، فرهنگ اسلامی بود، طوری که سیستمی که جا افتاد در آخرش به انگلیسی میگیم تئوکراسی، که همون حکومت روحانیت که در قرون وسطا وجود داشت کشورهای دیگه تو اروپا، این رژیمی بود که تمام قدرت اقتصادی رو یا داد به روحانیت یا به همکاراشون تو سپاه پاسدارا، و یه بخش کوچیکی هم در دست دولت میمونه. این قدرت اقتصادی بود. قدرت سیاسی هم اکثرش در دست قدرتی که در دست روحانیت و مجلس و کسایی که انتخاب میشن قدرت خیلی خیلی کمی دارن، و همین که دیدیم ده یازده تا مجلس که تشکیل شده خیلی بخش کوچیکی تشکیل کرده. بخش سوم انقلاب ایرانی هم فرهنگی که آورد این بود که همه قبل از انقلاب شما اجازه داشتی زنا یا مردا لباس خودشون بپوشن، غذای خودشون بخورن، اگر مشروب می‌خواستن بخورن میتونستن بخورن، اگر رو سینما می‌خواستن برن میتونستن برن، موسیقی که می‌خواستن گوش بکنن میتونستن گوش بکنن، چه ایرانی باشه چه غربی باشه این مسئله نبود. جمهوری اسلامی که اومد قدرت رو داد به روحانیت، قدرت اقتصادی رو هم داد به روحانیت، قدرت سیاسی، قدرت ایدئولوژیک، قدرت فرهنگی، اون آزادی‌های کوچیکی که مردم ایران قبل از انقلاب داشتن اونا هم از دست دادن. خب حالا که اگر که ایدئولوژی حاکم بر انقلاب یا به عبارت دیگه اون فرهنگ انقلابی که فرهنگ اسلامی بود، و ما میدونیم که بعد از انقلاب بودجه های بسیار سرسام‌آوری در واقع اختصاص داده شده به ترویج اسلام و آموزه های اسلامی و مؤسسه های بسیار زیادی تأسیس شده، حالا 41 سال بعد از انقلاب به نظر شما ایران اسلامی تر از زمان شاهه؟ این که باعث تأسفه که ایران اسلامی تر از قبل از انقلاب نیست. روحانیت و رهبری انقلاب ادعا میکنن که ایران خیلی اسلامی شده، و هر روزم بیلیون ها دلار در سال داره خرج این که میشه که ایران رو اسلامی بکنن. خب ایران که یه انقلاب داشت، ایران که انقلابش هم اسلامی بود که اینجوری که میفرمایند، چقدر این پول، چرا همه این پول برای این خرج میشه که ایران رو اسلامی بکنن؟ مسئله اینه که ایران اسلامی کمتر شده. یک اینه بگیم که مردم ایران اول که 5% تمام مساجد در ایران در کل سال کار میکنن. 95% مساجد شیعه رو دارم عرض میکنم، نه مساجد سنی. 95% این مساجد فقط موقعهای بخصوصی که اعیاد هست یا محرم هست یا رمضان هست اینا کار میکنن. خیلی اکثر اینا هم حتی روحانی هم ندارن. مقام روحانیت تو جامعه ایران نسبت به قبل از انقلاب پایین رفته. خود آیت الله خامنه ای و بقیه آیت الله میگن که وقتی تو خیابونا میری امروزا فحش میدن به روحانیت. نظرسنجی هایی هم بوده که نشون میدن که مقام روحانیت اگه میرفتیم تو سالهای 1970، 71، 72، 86، 85% این مردم میگن که آره مقام روحانیت خیلی مهمه. وقتی میایم به سالها وسط سالهای 1980 20% میگفتن که مقام اینها مهمه. حالا وقتی میریم تو شهر قم میبینیم که خیلی از خانم ها حتی علاقه ندارن با طلبه های جوان ازدواج بکنن. این گفته خود روحانیت که در ایران میگن. مردم رو نگاه میکنیم، 75% مردم ایران
نماز رو نمیخونن که آیت الله خمینی فرمودن که این ضروری اجباریه. 86% دانشجوهای دانشگاه، این نظرسنجی که حدود تقریبا 20 سال پیش انجام شده بود، آقای زمین رو کردن، و 86% دانشجوها نماز نمیخونن. این آقای فارسا، این آمارهایی که شما دارین اینجا میشمارین، اینا از منابع داخلی رسمی دیگه؟ منابع داخلی رسمی خود جمهوری اسلامی اینا رو بود. این که عرض میکنم آقای زم این رو چیز کرد. خب حالا به هر حال ما رسیدیم 41 سال بعد از انقلاب ایران رسیدیم به اینجا، و اینجا جاییه که بر اساس گفته های خود مسئولان و رسانه های داخلی، فساد مالی و رشوه‌گیری از برحال به قول معروف از دربون ادارجات شروع میشه تا مدیر کلا و به وزرا و وکلا و همه اینا هم سرایت کرده، خیلی هم علنیه و ظاهرا قبح این موضوع هم در جامعه ایران ریخته. در از منظر اخلاقی هم خیلی ها دارن شکایت میکنن بسیار زیاد، از بین خود حتی روحانیون، که به هر حال کار جامعه بی اخلاق شده. ظاهرا اونطور که آمارهای چند سال پیش داده بودند، روسبیگری به دبیرستانهای کشور کشیده شده، از نظر اقتصادی خط فقر خیلی رفته بالا، زندانی های سیاسی شمارشون بیشتر شده، و شیوه اعتراف گیری از طریق شکنجه اعتراف های دروغ گرفته میشه که بسیار بعداً با وجود اینکه میان بیرون همین قربانیاش میگن که ما رو به زور وادار کردین رو بگیم و ما درست نمیگفتیم، دروغ میگفتیم، ولی باز هم ادامه پیدا میکنه. خب اگه میشه همه اینها به اصطلاح اون دستاورد 40 ساله انقلاب دونست، این چقدر با اهدافی که خود روحانیون تعیین کرده بود، نه اهداف اقشار لائیکی که به طمع ایجاد یک جامعه دموکراتیک انقلاب کرده بودند، برآورده شده؟ عرض کنم خدمتتون که همه اینا از نظر اقتصادی قرار بود اوضاع خیلی عالی بشه، از نظر سیاسی آزادی باشه، از نظر اجتماعی فرهنگی همه اینا قرار بود که ترقی بکنه، و قرار بود که مردم ایران که انقلاب کردن و انقلاب اسلامی اومد، نه تنها این دنیا آیت الله خمینی قبول دادن، بلکه اون دنیا هم قرار بود. آیت الله خمینی چندین بار بعد از انقلاب و قبل از انقلاب همیشه محکوم میکردن که دولت شاه، دولتی که هست، همش فساد داره، دارن غارت میکنن منابع ملی، همه اینها رو، و همه اینا از بین میره، از بین خواهیم برد، خفقان تمام شده و تمام خواهد شد در جمهوری اسلامی و هیچ وقت بر نمیگرده، تمام این قول ها بود، و متاسفانه هیچ کدوم اینها عملی نشده و مردم ایران نه تنها آزادی هایی که میخواستن نگرفتن، بلکه آزادی هایی هم که داشتن همونجور که عرض کردم از دست دادن. در نتیجه میتونیم بگیم که واقعا تمام هدف هایی که آیت الله خامنه‌ای و مردم ایران میخواستن به اون برسن، هیچ کدوم اینا برآورده نشده. ولی یک موضوع دیگه ای هم که شما خیلی بهش پرداختین در از جمله یکی از کتاباتون زیر عنوان همین که گفتم دموکراسی در ایران چرا شکست خورد و چطور ممکنه به نتیجه برسه، کتابی که شما چند سال پیش از طرف دانشگاه هاروارد منتشر شد، آیا به نظر شما دموکراسی واقعا خواست عمده مشخص آگاهانه مردم در انقلاب بهمن بود؟ انقلاب بهمن شعار خیلی مهمی که در بخصوص در چند ماه آخر و در دو سه روز آخر انقلاب بود، قبل از 22 بهمن، شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی بود. آزادی منظورشون آزادی در مقابل دولت، در مقابل، و مسئله دموکراسی یعنی قدرتمند کردن مردم در مقابل دولت. این دولت ها در کشورهای آسیایی هزاران سال اینها قدرت های خیلی زیاد داشتن، به خصوص در قرن 20 که قدرت دولت خیلی بیشتر هم شد، مسائل خیلی زیادی به وجود میاره. این منظور از آزادی، منظور این بود که در مقابل دولت آزادی داشته باشن و دولت به اینها اجباری نکنه و مردم آزاد باشن، کارهایی که میکنن زندگی میکنن، نماینده خودشون انتخاب بکنن، کارهایی که میکنن. منظور از این همون بود و این شعار خیلی مهم بود و فکر میکردن که کلمه سوم که جمهوری اسلامی بود، استقلال آزادی جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی قرار بود هم
استقلال بیاره، هم آزادی بیاره و هم برابری‌هایی که می‌خواستن، نه برابری کامل، ولی این چیز طبقاتی که خیلی شکاف خیلی زیاد شده بود اینا می‌خواستن کمتر بشه، نه اینکه حالت کمونیستی باشه. و خب حالا علتی که دموکراسی متحقق نشد، حالا صرف نظر اون مسائلی که شما مطرح کردین که روحانیت حکومت رو قبضه کرد و همه چیز برخلاف شعارهایی که داده بودن، وعده هایی که داده بودن برگشتند، به غیر از اینا چه عوامل ممکنه سبب شد که دموکراسی اصولا یواش یواش محو بشه به عنوان یک خواست عمومی؟ خب آیت الله خمینی کار مهمی که کردن جریان مستضعفین رو 4 یا 5 روز بعد از اینکه به ایران برگشتن راجع به صحبت مستضعفین بود. قبل از اون یک بار فقط در پاریس ایشون کلمه مستضعفین رو استفاده کرد، بعد از اون این کلمه مستضعفین استفاده کردن، دیدن که فدایان و مجاهدین دارن خیلی قوی میشن و مسئله اقتصادی برای مردم ایران خیلی مهم بود و این موجب این شد که یه مقداری از حمایت آیت الله خمینی زیاد شد. مسئله این که مردم مسئله اقتصادشون خیلی بدجور زیاد شده بود و این یه مقداری حمایت از آیت الله خمینی رو زیاد کرد. مسئله دیگه این بود که لیبرال ها و نیروهای چپ هیچ وقت با هم دیگه کنار نیومدن. هیچ وقت. از جبهه ملی بگیریم، از نهضت آزادی بگیریم، از حزب توده بگیریم، فداییان بگیریم، مجاهدین بگیریم، پیکار زیاد بودن. اینا هیچ وقت با هم دیگه اتحادی به وجود نیاوردن. وقتی نگاه میکنیم روزی که سالگرد دکتر مصدق بود، رفتن توی احمد آباد، بیش از 1 میلیون نفر رفته بودن. یعنی نیروهای غیر مذهبی زیاد بودن، حتی کسایی بودن که مذهبی بودن ولی احترام میذاشتن. آیت الله طالقانی همچه سیستمی رو که الان برقرار شد نمیخواستن. خیلی روحانیان هم بودن که سیستم میخواستن که آزادی بیشتر بشه. اینا به هر حال اینا به اندازه کافی زیاد هم بودن ولی اینا هیچ وقت به هم دیگه اتحاد نکردن. و آیت الله خمینی از تضادهای بین اینا، اختلافهای بین اینا استفاده کرد و طبقه بخشی بزرگی از جامعه رو، از طبقه کارگر، از طبقه متوسط، حتی مقداری از بازار که خیلی برای آزادی مبارزه کرده بودن به دنبال خودش کشید و خفقان زیادی هم اجرا کرد. دستگیر کردن از همون اول شروع شد، دستگیر کردن، اعدام کردن، اینا همه نقش خیلی مهمی داشتن که با به علاوه اون تضادهایی که بین نیروهای غیر مذهبی وجود داشت، همه اینها باعث شدن که جمهوری اسلامی رو تثبیت کنن توی بسیار خب. حالا همونطور که گفتم، حالا ما به یک نقطه رسیدیم که در خیابون‌ها بسیاری از مردم تظاهرات میکنن و خیلی سریع و روشن میگن که ما جمهوری اسلامی نمیخوایم، ولی شما معتقدید که به هر حال این حرکت و تغییر نظام از طریق اصلاحات ممکن نیست؟ چرا فکر میکنید از طریق اصلاحات ممکن نیست؟ اگر نیست اون وقت راه چاره چیه؟ جمهوری اسلامی قانون اساسی درست کرده که خیلی مشکل میکنه بتونیم چیزی رو تغییر بدیم، به خاطر اینکه اگر بخوایم یه سیستم دموکراتیک وجود بیاریم، مردم بایستی قدرتمند بشن نسبت به دولت، نه دولت قدرتش خیلی بیشتر از مردم باشه. جمهوری اسلامی، در جمهوری اسلامی دولته که حکومت میکنن، مردم به روی دولت حکومتی ندارن. و قانون اساسی جمهوری اسلامی خودش میگه، قانون اساسی جمهوری اسلامی، که در جمهوری اسلامی خداوند مردم رو، به مردم قدرت داده، اجازه داده که سرنوشت خودشون رو تعیین کنن. آیت الله خمینی هم که وقتی به ایران برگشتن، رفتن بهشت زهرا، گفتن که اجداد ما بی خود کردن، تصمیم گرفتن هر نسلی خودش باید سرنوشت خودش رو تصمیم بگیره، ولی قانون اساسی همچه اجازه ای نمیده. آلبرت اینشتین، دانشمند آمریکایی که بیشتر مردم دنیا میشناسن، یه چیز جالبی گفت. ایشون گفتن که کار دیوانگیه که انسان یه کاری رو هی انجام بده، هی انجام بده، هی اون کار رو بکنه، هی اون کار رو بکنه و فکر کنه که این نتیجه دیگه ای خواهد گرفت. جریان اصلاح طلب هم توی ایران همینجور شده الان. هی اصلاح طلب، هی میگن میخوایم اصلاح طلب، هی رای میدن اصلاح طلب، هی میگیم اصلاح میخوایم، هی میخوایم اصلاح بکنیم، ولی هیچ کاری نکردن، هیچ اصلاح نشده. نه اقتصاد اصلاح شده، نه سیاست اصلاح شده، نه مسئله فرهنگی اصلاح خب شده. راه چاره چیه جناب پارسا؟ چون به هر حال با توجه به پراکندگی نیروها و نبود یک جایگزین یا آلترناتیو در مقابل آلترناتیو منسجم بسیجگر با پشتوانه مردمی وجود نداره،
چه میتونه بشه در جامعه ایران؟ چطوری میشه تغییر بکنه و چطوری میتونه دموکراسی به دست بیاد؟ خب مسئله اینه که تا وقتی که این مسئله که شما فرمودین درست فرمودین که این نمیتونه تغییر مهمی وجود داره. مسئله که اجتماع ها جوامع ببخشین داشتن تو قرن بیستم مسئله تاریخی هن. این یه روز و دو روزه نمیشه این انقلاب رو درست کرده انقلاب آورد. خیلی از این انقلاب هایی که اومد ده ها سال نیروهای انقلابی داشتن کار میکردن تو این کشورها. این از انقلاب روسیه بگیریم، چین بگیریم، خود انقلاب ایران رو بگیریم، انقلابایی که تو این کشورها بعد از قرن 21 به وجود اومد، این مخالفین وجود داشتن. تنها جریانی که میشه اول اینکه یک نیرویی باید به وجود بیاد که ادعای قدرت بکنه در مقابل این و ادعای اینکه بکنه به مردم اجازه بده که دموکراسیه و نظر مردم رو جلب کنه، حمایت مردم رو جلب کنه، نه تنها فقط دانشجوها یا طبقه متوسط یا بخش جوان یا زنها که نقش خیلی مهمی دارن در سالهای اخیر تو مبارزات ایران، بلکه باعث طبقات مختلف از طبقه کارگر، طبقه متوسط، بازار، همه اینها رو حمایت همه اینها رو جلب کنه. تازه اون هم کافی نیست که همه اینها بیان تو خیابون. اینا بایستی اگر انقلاب جدی میخواد تو ایران انجام بشه بایستی اقتصاد ایران رو به فلج بکشن، یعنی با اعتصاب ها بازار باید اعتصاب کنه، طبقه متوسط باید اعتصاب کنه، طبقه کارگر اعتصاب کنه و وقتی که رژیم مجبور سرکوب بکنه. رژیم تا الان چیزی که ما دیدیم، من بهش تو کتاب گفتم endless repression، سرکوب ناپایان، ببخشید بی پایان. این رژیم کارش تو این 41 سال این بوده که کلن سرکوب بکنه و این از این نظر وقتی که تمام نیروها بیان و تو مبارزه شرکت بکنن، سرکوب برای دولت خیلی ضعیف میشه و اون شرایطی به وجود میاره که نیروهای نظامی حتی تو کشورهای دیگه هم دیدیم، تو ایران هم دیدیم در زمان انقلاب که اینها دیفکت بکنن، از دیفکت ببخشیم به مردم ملحق بشن، در واقع از به مردم ملحق بشن و دیگه شلیک به مردم نکنن. اینا فرزندان خود ایران هم. خیلی متشکرم آقای میثاق پارسا از شرکتتون در برنامه بیا بار دیگه. ممنون از شما. تشکر از شما. خیلی ممنون.